پروردگارا گفتی به دل شکسته جای میگیرم، گر من دل بشکسته ندارم بشکن. درود بر همه شما عزیزان، رضا ابراهیمی هستم، عرض ارادت خدمت شما عزیزان. کلیپی رو تقدیم حضورتون میکنم در رابطه با کافر قلعه. سوالی که بسیاری از عزیزان در رابطه با کافر قلعه از بنده دارن، لذا کلیپی رو تهیه میکنم تا دوستان عزیز در رابطه با کافر قلعه به نوعی اطلاعاتشون کامل بشه و تونسته باشن با ارائه این کلیپ پاسخ سوالات عزیزان رو به نوعی داده باشم. پس دوستان گرامی، در ابتدای عرایض لایک و سابسکرایب فراموش نشه و هیچگاه هم به دنبال تفسیر عکس و تفسیر کلیپ نباشید. بریم سراغ کافر قلعه. دوستان عزیز، ما معمولا یک دوره‌ای که میاد، دوره بعدی اون دوره قبلی رو قبول نداره، از نظر حکومتی میگم. مثلا زمانی که سلسله ساسانیان شکل گرفت، ساسانیان دوستان گرامی اشکانیان رو کافر میدونستن، اونها رو ملحد میدونستن و قلعه های اونها رو میگفتن قلعه کافر. همین قلعه کافر دوستان عزیز، در دوره امویان هم ما قلعه کافر رو داشتیم. وقتی شما قلعه‌ای به نام کافر قلعه رو داشته باشید، دقیقاً در قسمت غروب آفتاب، در غروبگاه یا در قسمت غرب، در کف، به دنبال چاهی باشید. اون چاه مستتر هست، اون چاه رو روش خاک ریختن. بهترین وسیله‌ای که شما میتونید اون چاه رو پیدا بکنید دازینگ هست. ببینید دوستان، تبلیغ دازینگ رو من نمی کنم، اما شما اگر میتونید در محیط نیم متر یک متر خاک ریخته باشن و چاه رو پیدا بکنید، من حرفی ندارم. اما اگر دازینگ داشته باشید، به راحتی ابعاد چاه و حتی عمق چاه رو هم شما میتونید بزنید. اما بریم سراغ اصل مطلب. کافر قلعه رو داریم. در قسمت غروب کافر قلعه در سطح زمین چاهی هست، اون چاه مستتره. چاه رو که پیدا کردید، درب ورودی چاه رو اومدن چیکار کردن؟ با یک سنگ آسیاب با مهارت و زیرکی خاص اومدن سنگ آسیاب رو روی چاه گذاشتن و به نوعی چاه رو پلوم کردن. در مبحث چاه ها بنده عرض کردم خدمتتون، چاهی مهمه که دربش باز نباشه. پس این چاه چون پلوم هست ارزشمنده. این رو هم داخل پرانتز عنوان بکنم، مطالبی که عنوان میکنم صرفا جهت بالا بردن سطح معلومات شماست، اما این مطالبی که عنوان میشه دلیل بر این نیست که بنده شخص یا گروهی یا افرادی رو تشویق به کاوشگری یا حفاری کنم و تک تک شما رو نهی میکنم از رفتن داخل چاه، چون داخل چاه 1001 بیماری هست، 1001 حیوان یا حشره، معمولا حشرات گزنده مثل عنکبوت، مثل گال، مثل روتیل، مثل عقرب، اینجور موارد داخل چاه هست. پس مطالب رو صرفا جهت بالا بردن سطح معلوماتتون و ارتقاء دانش و آگاهیتون عنوان میکنم. پس ما چاهی رو داریم در قسمت غروبگاه کافر قلعه، روی اون سنگ آسیاب رو اومدن پلوم کردن. حالا تا اینجا بیرون چاه، اما خب حالا ما چاه رو پیدا کردیم، درب پلومپ رو بر میداریم میریم داخل. حالا مواردی که داخل چاه هست رو خدمتون عنوان میکنم. داخل چاه دوستان عزیز، شما بایستی قطب‌نما همراهتون باشه. داخل چاه یا موقعی که میرید چاه، موقعی که داخل ابتدای ورودتون به داخل چاه هست، شمال، جنوب، شرق و غرب رو مشخص میکنید، حدودات اربعتون رو مشخص میکنید، سمت غروبتون در داخل چاه، سمت غروبگاهتون دوستان عزیز
در دیواره چاه شما یک سنگ کبود رو میبینید، یعنی اون سنگ با سایر سنگ ها کاملا متفاوته. یک سنگ کبود، اون سنگ کبود با مهارت خاصی در دیواره چاه گذاشته شده، پشت اون خوشبختی کجایی. امیدوارم این مطلب به کارتون بیاد و کورسوی امیدی باشه برای شما کاوشگران تلاشگر. دوستان گرامی، در پایان لایک و سابسکرایب یادتون نره، به دنبال تفسیر عکس هم نباشید. امضای خدا پای تمامی رویاهاتون، مهرتون جاوید و روزگارتون وصل امید. بدرود.